می دانید که پیتزا چی فوایده دارد؟ فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی آن. سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. ویدیوی امروزی ما غذای پرطرفدار و خوشمزه پیتزا است. در این بخش تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی آن را جمع‌آوری کرده ایم. این غذای ایتالیایی یکی از پرمصرف‌ترین و محبوب‌ترین غذاها در تمام دنیا محسوب می‌شود و البته در افغانستان هم طرفداران بسیار زیادی دارد. اما تا به حال فکر کرده اید که پیتزا چی فواید می‌تواند داشته باشد؟ آیا فواید پیتزا بیشتر است و یا مضرات آن؟ چه کسانی نباید پیتزا بخورند؟ در ادامه با ما همراه باشید تا این موضوع را بررسی کنیم. متخصصان میگویند که پیتزاهای کنونی که در کشور آمریکا و سایر نقاط دنیا تهیه می شود با پیتزای اصل ایتالیایی تفاوت‌های زیادی دارد. نان پیتزاهای سنتی اصل ایتالیایی نازک‌تر بوده و به همین دلیل کالری کمتری از پیتزاهای امروزی به بدن می رساند. در هر حال اگر پیتزا با مواد غذایی مناسب تهیه شود، نه تنها مفید بوده بلکه با عده‌ای از بیماری‌ها نیز مقابله می‌کند. البته به شرط اینکه در مصرف آن دچار افراط نشوید. پیتزا برای تقویت سیستم ایمنی بدن. باز هم پای سس بادنجان رومی در بین است. به عقیده محققان این سس علاوه بر داشتن خواص ضد سرطانی، به خصوص سرطان پروستات، سرشار از ویتامین سی نیز هست. بنابراین قادر از سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. بنابراین به نظر می رسد اگر پیتزایتان را با سس بادنجان رومی فراوان میل کنید، از سرماخوردگی در امان خواهید بود. پیتزا حاوی ترکیبات مغذی. سالم بودن پیتزا به مواد بستگی دارد که روی آن می‌ریزید. به عقیده متخصصان استفاده از مواد غذایی نامناسب، زیاده روی در افزودن آنها و یا زیاده روی در مصرف پیتزا روی نادرستی است و آن را از رده غذاهای سالم خارج می‌کند. استفاده پنیر زیاد، ساسج و کالباس نانهای ضخیم به نفع شما نخواهد بود. پیتزا مغز را فعال می کند. اگر در تهیه پیتزا از ترکیبات مفید استفاده کنید، برای مغزتان مفید است. اسفناج یکی از منابع غنی فولاسین است که باعث التیام جریان خون در مغز می شود. آستین ها را بالا بزنید. پیتزا بسیار ساده و سریع تهیه می شود. آماده کردن آن در منزل این حسن را دارد که خودتان به آسانی تمام مواد و ترکیبات آن را بازرسی می کنید. آستین ها را بالا بزنید و هر ماه یک تا دو بار پیتزای خانگی تهیه و میل کنید تا می توانید از سبزیجات تازه در تهیه پیتزایتان استفاده کنید. خلاقیت به خرج دهید و از ترکیب مزه‌ها نترسید. مصرف پیتزا و غذاهای مشابه یک یا دو بار در ماه مشکلی ندارد، اما اگر بنیه غذایی افراد به طور روزانه تغییر کند و به سمت این مواد غذایی سوق پیدا کند، به بیماری‌های غیر واگیر مبتلا می‌شوید. تشکر از اینکه ویدیوی ما را تماشا کردین و با ما همراه بودین. لطفاً صفحه ما را لایک و سابسکرایب کنید.